ببینید من آقای قاسمی فهمودن که انتخاباتی در کار نیست و این چیزی که من حرفم اینه، گفتم بیان چنین ادعای دموکراتیک است. ما نمیتونیم لایک و کامنت و فضای مجازی رو مبنا بگیریم. ببینید برای آلترناتیو شدن، ارتباط داره با پرسش مستقیم شما، برای آلترناتیو شدن سه شرط مهم و تعیین کننده لازم وجود داره. نخست آنکه اون کسی که ادعای آلترناتیو بودن، در هر کس، اینجا مرادم شخص خاصی نیست، هر کس بیباست دارای یک پایگاه اجتماعی در ایران باشه. دوم تشکیلاتی رو داشته باشه که اون پایگاه اجتماعی رو راه ببره. سوم لابی. نمیشه دو تا عنصر مهم رو کنار گذاشت و زیر فرش کرد و تنها به لابی مشغول بود. تازه خود اون لابی جای سخن داره. دالانهای قدرت که آقای پهلوی از اون سخن میگن، لابد این پرسش مهم برای کسانی که در آن دالانهای قدرت حضور دارن هست که روی میز سیاست و ادعای رهبری چه چیز دارید. اونها بر مبنای منافع خودشون در تخالف با جمهوری اسلامی جاهایی ممکنه با ما همصدا بشن، اما این تا پشت کسی قرار گرفتن فاصله نوری داره. برای تغییر و جاکن کردن اقدام نمی کنن. این چیزی که آقای قاسمی میگن که اگر اون دوران ترامپ بود اوضاع تغییر میکرد، من چنین فهمی رو ندارم از سیاست. خانش ما نمیتونه بر مبنای این باشه. ما تجربه گوادالوپ رو پیش رو داریم. ایکس نباشه ایگرگ باشه، یعنی یک میوه رسیده بر شاخه رو چیدن. داشتن پایگاه توده‌ای یعنی اون که شما یا هر مدعی رهبری یک فراخانی بده، همین الان به اون فراخان مردم بریزن تو کوچه و خیابون، بهش توجه بکنن، پاسخ مناسب بدن. این همانی کردنه. دوران کنونی با رخ داده سال 57 هم البته با اون فرجام شوم و برآمد جمهوری اسلامی یک سر خطاست. چرا خطاست؟ چون مردم و توده به کف خیابان آمده در اون دوران به تقریب کار رو ظرف چند ماه تموم کرده بودن. اعتصاب کنید میکردن، سربازا پادگانا رو ترکون هم میکنن. به واقع ببخشید من درازگویی کردم، خواهش میکنم. اگر بشه آقای اسلانی به اون بخش صحبت هم که یه پاسخ کوتاه بدیم ممنون میشم. این که فکر میکنید واکنش داخل ایران، به هر حال این بحثی که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن که میگن یا دیگران برای ما این تغییر رو ایجاد میکنن یا خودمان انتخاب میکنیم با عزم و اراده ملی، برای صحبت از پتانسیل داخلی داره انجام میده، فکر کنید واکنش داخل چه باشه به این اظهار نظر ویدئویشون؟ با فهم من هیچ واکنش متناسب با این سخنان عنوان نخواهد شد، بیان نخواهد شد، به دلیل اون ضعف هایی که من گفتم. ضعف در حقیقت نداشتن پایگاه توده‌ای و نداشتن تشکیلات راهبر. چنین چیزی در حقیقت اگر ما تصور بکنیم که به این واکنش مناسب نشان خواهند داد، چنین چیزی به گمان من خطاست.